نه دیگه اینه که مردم هم فهمیدن چه خبر رو بعد مردم هم اومدن و کاوش کردن و استخونا رو در آوردن و چاقو رو پیدا کردن و خب پس آره فقط همین که چون میخوام مطمئن باشم همه we're on the same page داستان اینطوری بود که داستان حضرت داووده که زمانش یه آدمی بوده روزی ننهاده میخواسته یعنی میگفته basically به من خدای به من یه چیزی بده بدون اینکه من کار کنم اصلا حال و حوصله کار کردن من ندارم 7 سالم برمیداره دعا میکنه و از این برنامه ها تا اینکه یه روزی یه گاوی میاد تو خونش و اینا فکر میکنه تمام دعاهاش مستجاب شده و گاورم سری میگیره و سر میبره و وقتی گاور رو سر میبره صاحب گاو میاد و ادعا میکنه و شرع و به یعنی به میبرتش پلو حضرت داوود و میگه حکم شرعی اینو برای من چیز کن چون معتقد بوده این طرف دزدی کرده چون مال خودشو که بر نداشته بوده آره خوردن مال غیر بوده و فروش مال غیر به ایران تو چیز چیزای خیلی جرمای خیلی باحال اونه فروش مال هم میکنن بعد به هر حال بعدش به این میرسه که حضرت داوود اولش رأی به نفع صاحب گاو میده این طرف آدم به نظر آدم مفلس و گدایی میومده و این شروع میکنه به التماس کردن و میگه تو رو خدا یه چیزی بکن چون من میدونم اینو خدا به من داده این چیزیه که من گرفتم از خدا و حضرت داوود یه 24 ساعت وقت میخواد میره و چیزی که مولوی میگه میره از طرف دل شروع میکنه مشورت کردن که مبحث روزن رو به وجود اونجا آوردین درسته؟ که وقتی که یعنی مثالی که مولوی میزنه میگه روزن یه دونه سوراخ کوچیکی میتونه به وجود بیاد که اون میتونه دل رو نورانی کنه و میگه سعی کن که تو عمرت بتونی روزن برای خودت به وجود بیاری یعنی چی؟ یعنی یه کاری بکنی که دلت روشن بشه و بتونی دریافت کنی و صحبت از این بود که این اتفاقی که میفته دلهای اون آدمایی که با همدیگه از طرف دل کانکتدن که ما دو نوع اولیا بودن و انبیا ما صحبت این دوتا قشر رو تو اینجا خیلی کردیم براتون بگم که شما هم سهیم باشید انبیا کسایی هستن مثل پیغمبرا حضرت داوود، حضرت موسی، حضرت عیسی، محمد همه اینا انبیا میشن، پیغمبر میشن اینا منصوب میشن یا یعنی انتخاب شدن که پیغمبر باشن یه قشر دیگه یه وقت ما داریم به نام اولیا اولیا فرق دارن اولیا کسایی هستن که به این مسئله میرسن they achieve it it's an achievement یه حالتی که به دست آوردنیه این مقامی که اینا بهش میرسن و به همین علت اولیا کسایی هن که وقت از طرف دلشون با همدیگه اینا کانکتدن و این روزنی که یا این سوراخ کوچیک که تو دل همه اینا هست اینا رو به همدیگه ربط میده بعدش حضرت داوود میاد و به اون طرف میگه که تو نه تنها باید گاوتو به این ببخشی حلالش کنی اول میگه حلالش کن یارو خودشو میزنه بالا و پایین که او این چه وضعیه چرا اینجوری تو حکم کردی من این دزدیده از من حضرت داوود میگه میدونی چیه اصلا نه تنها باید حلالش کنی بلکه تو باید زن و بچه و هر چی هم داری به این بدی بعد ملتم عوامم که آدمایی ان که یهویی همه چیز میشن که این چه حرفی حضرت داوود میزنه بعد حضرت داوود هم میبینه که همه خیلی کانفیوزن و همه یهویی جریان داره خراب میشه بهشون میگه که با من بیاید تا من بهتون نشون بدم که این چیکار کرده بعد میبرتشون بیرون از شهر زیر یه درختی و میگه این خودش یه اربابی داشته و این اربابشو میکشه اربابشو که میکشه تمام ثروتشو ور میداره
ثروتمون هم که برمی‌داره حتی حاضر نمیشه انفاق کنه یا ببخشه به اون جوری که اربابش می‌بخشیده به مستمندان یا آدمای فقیر، به خانواده این اربابش هم هیچ کمکی نمی‌کنه از لحاظ حالا اون مال و ثروتی که برده بوده. این اون موقع تا الان جرم این پنهان بوده و خداوند اینو پنهان نگه داشته بوده. حالا که خودش اصرار داره میکنه، جرم این داره رو میاد و آشکار میشه. به همین علت اینم سندش، زیر این درخت رو بکنین سر اون یارو رو که بریده این زیره، به علاوه چاقویی هم که استفاده کرده. بسیکلی جان پدر گدای بوده اون طرف هم بله. و هیچی دیگه، فعلا ملت اینو میبینن و شروع میکنن به یه دعوز خواهی کردن و ایمان آوردن و سر به سجده گذاشتن و که داوود هرچی تو گفتی ما اشتباه کرده بودیم و اشتباه اندیشیده بودیم. حالا مستقبل میگه که انبیا بر همه چیز آگاهی ندارن. نه. دفعه اول ایشون نمیدونسته. آره. برای اینکه بعد این اتفاق حرفون درست بعد. درست میگه. ولی اینا راه پیدا کردن اون آگاهی رو بلد. یعنی اگه بخوان پیدا کنن they know how to do it. قبول. ببینید حالا الان این دو تا داستان بعدیمون خیلی جالبه. بعدش هم امروز بعد مولوی از داستان چی بود؟ داستان خیلی جالبه. الان میگه منظورشو. میخواین الان بگم یا اینکه بخونیم با هم دیگه؟ خب پس آره. چون قشنگ الان منظورشو بهتون میگه. آره آخر فیلمو بذارین. یعنی منظور این داستان ببینید، فقط این که میخوام اینو براتون، دو تا اتفاق الان افتاده. یکی این که مولوی دوباره برگشته به این که چقدر دل مهمه و اون ارتباطی که ما با دلمون داریم چقدر مهمه. حالا هر چقدر ما روی مسئله تکیه بکنیم و حرف بزنیم راجبش کم گفتیم راستشو بخواه. یکی اینه. یک کار دیگه هم که میکنه، داره یه پایه اینجا، من این هم دفعه پیش گفتم، یه پایه اینجا الان گذاشته بر حسب جواب اون آدم‌هایی که میگن آیا دنیای ما اختیاریه یا جبریه. یه جور دیگه بگم، یعنی آیا ما اینجا حق انتخاب یا چویس داریم یا اینکه همه چی برای ما آلردی دیترمین شده. خب این سوالو خیلی ها میکنن. معمولا هم وقتی که به مباحث مذهبی میرسیم اینطوره. تو هر مذهبی یکی از چیزایی که هست اینه، خداوند، یعنی اینم هیچ فرقی میونه مذاهب هم باید وی نداره، خداوند وقتی ما را آفریده میدونه ما بهشتی هستیم یا جهنمی. یکی از چیزایی که مثلا مسلمان ها اینو میگن، میگن خدا میدونه. حالا بعد ازشون میپرسیم چرا، میگن چون خدا عالم. بعد این تو ککه کسی نمیره دیگه. یعنی شما هر چقدر بخواین اینو هی بیشترم فورسش بکنی it doesn't make sense. یعنی بعد میگه پس اگه اینطوره پس خدا ظالم هم هست، چون که یه کسی میاد اینجا مسمرر میشه سوهر در هپن. چجوری این انتخابو کرد؟ خب پس جبر چیه، اختیار چیه؟ درسته. حالا مولوی اینو جوابشو میده و ما جوابشو پیدا خواهیم کرد. تو دفتر سوم هم جوابشو پیدا نمی کنیم. ما اینو بعد به دفتر چهارم و پنجم که رسیدیم بیشتر میفهمیم. ولی تو دفتر سوم این یکی از کارهایی که با داستان دقوقی کرد پایه‌گذار این جریان شد. و اینم براتون دارم میگم چون خودتون برید تحقیق کنید. بهتونم نمیگم کجا این داستان اینو گفته. برید تحقیق کنید ببینید کجای داستان بود که اینو بهش اشاره کرده. قبول؟ اوکی. جان مثل هفت. هفتم نه نمونده هنوز. من هفته یادم نرفته. هنوز هفتم برگان تاک بود. عدد هفت چیه؟ جان نفهمیده. Who shot J.R. این چیه؟ V
فیلمه یا نه من یه سریالی بود دالاس اسمش آها بعد اینو مثلا هر وقت سیزن تموم میشد برای سه ماه ترتیب میشد یه جوری خیلی اکسایتینگ تمومش میکردن که آدم هاش بکنه اونها طرف به دوست طرف یکی از اکسایتینگ ترینش همین پوشات جی آر سه ماه طول دادن تا به مردم بگن پوشات جی آر و به این میگن سر کار گذاشتن. شما منم سر کار تو گذاشتم. این سر کار کجا اومده تو سر؟ آره. نه این سر کار البته نیست. یعنی دوست دارم واقعا دوست دارم تحقیقشو بکنید. یعنی خودتون چون اینا رو همه رو خوندیم واقعا اگه یه مروری هم بکنید بد نیست. من خودم اینا رو مرور میکنم. راستشو بخواید این ورقه ها رو با خودم من معمولا دارم آره به خاطر اینکه میخوام بفهمم چی بوده و چی شده و اینا حالا همه چیزم که یه دفعه آدم نمیفهم به هر حال یه مبحثی الان اینجا راجع به قصاص فرمودن داوود علیه السلام خونی را بعد از الزام حجت بر کیوردی که اینجا میخوام راجع بهش فکر کنید کلمه قصاصه الان اتفاقی که افتاده طرف مشخص شده که این یه خونی رو ریخته درسته؟ و بعد حضرت داوود میگه قصاصش کنید درسته؟ این کلمه قصاص هم الان توی دنیای ما یه کلمه خیلی وحشتناکیه درسته؟ به خاطر اینکه شما اگه برای مثال مثلا عربستان سعودی رو اگه فکرشو بکنید اینا سر میزنن وقتی میخوان قصاص بکنن یا الان یه بند خدایی هست که بلاگر بوده بر علیه کینگ فهد و این چیزا مانارکی هزار ضربه بهش آره همشون دارن حالا عقب میندازن میگن که حالا حالش خوب نیست و این چیزا 50 تاشو بهش دادن ببینید صحبت قصاصه که قصاص یعنی چی؟ نه قصاص میشه در حقیقت اینجا به عنوان پول خونه یا ادای اون خونی که ریخته شده ولی میخوام اینو یادمون باشه چه اتفاقایی افتاد که این برنامه به این رسید که ما بعد الان قصاص کنیم متوجه این چی میگم؟ اپورتونیتی داشت که شطوره رو ببخشه یا گاوش رو ببخشه یک دوم این بود که اگه حضرت داوودی نبود قصاص این جریان یه جور دیگه بود درست میگم؟ به خاطر اینکه عوام یا مردم عادی فکر کردن واقعا طرف گاو اینو اومده و کشته قصاص وقت این میشد که تو دزدی کردی اگه کسی مثل داوود نبود این قصاص هم نمیشد من میخوام اینم جریانم باز از جریان مذهبیش ما بکشیم اینو بیرون اگه قرار قصاصی بشه یک داوود نما یا یک چیزی مثل داوود باید باشه که به ما نشون بده چی حق بوده چه باطل که الانه تو دنیای الان ما یه همچین چیزی نداریم اینو میخوام یعنی از طرف خودم میگم پاشم وای میستم ولی ما نداریم این وسط ولی متاسفانه اتفاقی که داره میفته خب ماشاءالله همه بله ببینید این قول دادم من دیگه راجع به این بحثا صحبت نکنم باش نه دیگه اصلا اون نیست همون و یکی از چیزهای دیگه هم که مولوی اینجا اینو درس داره ما میده اینه که واقعیت و حقیقت دو تا چیز مختلفن reality and truth reality چیزی که ما میبینیم درسته این reality الان یعنی چیزیه که فکر میکنیم لمس میکنیم با 5 تا حسمون میبینیم باش کانکت میکنیم ولی حقیقت یا truth اون چیزیه که پشت اینه و یه بینش و یه دید دیگه میخواد که شما بتونین truth رو ببینید مولوی همش این حرفو داره میزنه ملت واقعیت که دیدن گفتن آره این آدم آدم فقیریه اولا که آدم مفلسیه چیزی هم نداشته یه گاوی هم همچین یهویی رفته تو خونه این هم گرفته کشته چرا؟ چون احتیاج داره به گاوه و این هم داشته دعا میکرده خدا یه گاو به من بده یا یه چیزی به من بده من زندگیمو بگذرونم بدون اینکه کار بکنم ملت هم این به خوردشون نمیرفته درسته؟
وقتی هم آمدن پلو حضرت داوود، همه به طرف اون یکی رأی دادن، اینو سرزنشش میکردن. بعدش اومدن دیدن که نه، وقتی که حضرت داوود اومد براشون چیز کرد، براشون اینا رو همه رو واضح کرد، متوجه شدن که نه، جریان فرق میکنه. یعنی میخوام اینو بگم، صحبت قصاص اینجا میشه، این قصاص رو با قصاصی که ما الان داریم میبینیم کاملا متفاوت بذارید. خب، هم بدان تیغش بفرمود و قصاص. چجوری قصاصش کرد؟ همون اون کاردو یا اون اسلحه و یا اون وسیله‌ای که یارو استفاده کرده بود، با همون اون استفاده کرد که این قصاص بشه. کی کند مکرش ز علم حق خلاص. حیله‌ای که اون طرف داشت، اون کسی که کشته بود، هیچ وقت نتونست از حقیقتی که خداوند اومد و ریویل کرد یا نشون داد، اون نمیتونست از اون حقیقت در بره. حلم حق گرچه مساواها کند، مواساها کند، مرسی، لیک چون از حد بشد پیدا کند. میگه ببین، خداوند یکی از چیزهای دیگه شما اینه که خیلی صبوره. حلم حق، مواسام یعنی مدارا کردن، با آدم کنار اومدن. میگه خدا به خاطر صبرش خیلی هم با ماها کنار میاد، ولی لیک چون از حد بشد پیدا کند. ولی ما دیگه اگه شورشو در بیاریم، اونم کار خودشو میکنه. پس همه چیه حساب و کتابی هم داره. خون نخسبد در فتد در هر دلی. اینجا خونه که به ناحق ریخته میشه، میگه این نمیخوابه، تو هر دلی میفته، یا با هر دلی خودشو، به هر دلی خودشو آشنا میکنه. خب، میل جست و جوی کشف مشکلی، و هر دلی دنبال اینه که ببینه این خون برای چی ریخته شده. تو این دور زمونه الان خون زیاد داره ریخته میشه. خب، حالا هر کسی هم فکر میکنه کار درستی داره میکنه دیگه، اون یکی اینو میکشه، یکی اونو میکشه، به هر دلیلی. خب، یادتون باشه که اگه قراره این خونا هی بیفته توی دلا هم یه ذره این موقع هست میبینید همه مثلا میشینن میگن آخه ما دعامون بالا نمیره، ما نمیتونیم دعا بکنیم، مشکل دلامونه که دعا نمیتونیم بکنیم. یعنی مشکل از ماست، آخرش مشکل از چیز دیگه نی، این سیستم قراره کار بکنه ولی ما داریم خیلی کار ناحق میکنیم. خب، خون ریختن مولوی اینجا خیلی روش داره، و اینجا خون ریختن هم ضایع کردن یه حقیه کلا. حالا ما داریم یه جور دیگه نگاش میکنیم. خون نخسبد در فتد در هر دلی، میل جست و جوی کشف مشکلی، اقتضای داوری رب دین، سر برآرد از ضمیر آن و این. میگه وقتی قرار باشه داوری بشه، یا وقتی قرار باشه که اینجا یعنی جاجمنتی بشه، قضاوتی بشه، از این و اون شروع میکنه شاهد اومدن، ملت حرف میزنن. کان فلان چون شد، چه شد حالش، چه گشت، همچنان که جوشد از گلزار کشت. چه صحبتهایی میکنن که این چی شد، کجا بود، چی جوری شد، چه اتفاقی افتاد. همون جوری که شما توی یه گلزار گل‌های مختلف می‌بینید، بالاخره سوالا و نشونه‌های مختلف از این ور اون ور سر بالا می‌کنه. جوشش خون باشد آن واجوست‌ها، خارش دل‌ها و بحث و ماجرا. از کجا اینا به وجود میان؟ اینا همش از جوشش خونه. خون یه معنی یعنی معنیش هم میخوام یه جورایی باهاتون، ما الان در صحبت خون رو میکنیم، همه صحبت فکر میکنیم بلاده و این چیزه. کاری که خون میکنه به ما چیکار میکنه؟ به ما جون میده، یعنی ما میتونیم زنده بمونیم. وقتی که خون نداشته باشیم زنده موندنمون چیزه. پس زنده موندن جسمانی ما بستگی به یکی از مهمترین
اینگریدینتاش خونه. درسته؟ یه طرف دیگه وقتی که ما جسممون زنده است که اتفاق دیگه که میفته روحمون هم یه کانشسنسی داره دیگه باهاش شروع میکنه. یعنی یکی دیگه کارهایی هم که یکی دیگه چیزایی هم که لازم داریم روحه که بتونه جسممون زنده بمونه. درسته؟ پس اینجا دو تا حالا اینگریدینت شد یا دو تا عنصر لازمه، یکی خون باید باشه، یکم باید روح باشه. در شعرهای حافظ شما بیشتر اینو ببینین، شعرهای مولوی هم هست، بقیه عرفا هم اینو دارن. یکی از چیزهایی که خیلی بهش دارن یعنی چیز میکنن شراب. خب حالا شراب، صحبت شراب رو میکنن. حالا شراب یه عده میگن که آره این شراب شرابه و باید بخوریم و مست بشیم و فلانه، اون یه بحث جداست، اون یه چیز دیگه. شراب چیزی که نمونه یعنی ریزمبل میکنه خونه به خاطر رنگش، درسته؟ و یه اتفاق دیگه هم میفته، خون و شراب یه خاصیت دیگه هم دارن. اگه اینا رو شما توی یه استیتی بذارید که روش، یعنی اگه شما یه ظرفی رو پر شراب بکنید بذارید همینجور بمونه، یا اگه توش خون باشه همینجوری بمونه، اون کاری که میکنه ریفلکشن اون چیزی که شما درش نگاه میکنید بهتون نشون میده. It's a reflective state. شما چه حرف من هستین؟ درسته؟ یعنی یه انعکاسیه، یه انعکاس داره، عکسی توش میبینی. درسته؟ این دوتا به این علت چیزهای مقدسی هن. یکی این که باعث زنده بودن هن و باعث کانشسنس هن، و یکی دیگه هم اینه که they are a reflective یا انعکاس اتفاقایی هن که دور و بر ما میفتن. جان؟ خونم همینطور. یعنی من سوالات خون خیلی کمتر استفادهش میکنم، ولی میخوام این وسط ما من دارم صحبت قداستشو دارم، بله. یعنی این وسط چون راستشو بخواید فکر، یعنی کانته، یعنی زیاد نیست خون چیز همچی خوبی هم نیست راجبش زیاد صحبت بشه. شراب خیلی پلزنتره، میدونین چی میگم؟ یعنی دلیلی که اینجوری این اینترچینج شدم اینه، صحبت سر اون عنصری که ما رو زنده نگه می‌داره. شما همش صحبت چون از لحاظ لغوی و از لحاظ معنوی و همه این چیزا خیلی راحت تر شما با شراب میتونید کار کنید تا با خون. خب بله، به همین علت یعنی میخوام بگم این یه چیزیه که اینجام داره صحبتشو میکنه. حالا از یه لحاظی وقتی خونی ناحق به زمین ریخته میشه، حق یک جانی ضایع شده. حق جان که ضایع بشه، این جان به خاطر اینکه وصل به یک کل، یعنی چی؟ یعنی حق خدا رو ما داریم ضایع میکنیم آخر سرش. خب به همین علت که این وسط میگه خون خواب نمیکنه، بیداره. به چه علتی؟ به خاطر اینکه حالا خدا خیلی کریمه یا خدا خیلی صبر داره، ولی یادش نمیره. متوجه شدین من یعنی اینا چجوری دارم با هم چیز میکنم؟ ببینید تنها شما فقط ربطشو با شراب اینجوری بدونید که شراب خیلی چیز پلزنتر و خیلی همچین قشنگتری اگه بخوایم مثالشو بزنیم. نه، منظورشون اینه که یه عنصری که باعث زنده بودن میشه، باعث این میشه که شما کانشسنستون زنده باشه، بتونید اویرنس داشته باشه. آره، یه چیزی که به درد یعنی برای زندگی لازمه. این یه حالت جوک بترین، بعضی از کسایی که خیلی مشروب میخورن یکی از چیزایی که از حافظ خیلی دوست دارن اینه، میگه یه بیتی داره میگه شراب تلخ میخواهم
که مردفگند بود زورش، که تا یک دم بیاسایم ز دنیا و زر و زورش. بعد همه اینو به اصلا صحبت شراب که نمی کنن، کلن میگن این حتما یه عرق سگی چیزی میخواد این طرف آرد. یه چیز خیلی همچین خیلی باید خیلی آره مرد افکن باشه، در صورت که اشتباهه، یعنی that's not the case. منظور حافظ پس چی بوده؟ حالا صحبت حافظ رو نمیخوام بکنم، ولی یعنی میدونین شراب تلخ میخواهم یه حالتی این که من میخوام تا اونجایی که میتونم تجربه کنم، تا اونجایی که میتونم من برام اتفاق پیش بیاد که من که مردفکن بود زورش، که من این وسط مجبور شم قدرت خودم رو به آزمون بذارم، ببینم من چقدر قدرت دارم، که تا یک دم بیاسا همون امتحانای سختی بزن. من اینو میخوام. صحبت این نیست که یه شراب به من بده که همچین الان بیهوشم و فلان و اینا. شما ممکنه نمیدونم مشخص میشه این تفسیری که شما اصولاً همه عرفا و همه دانشمندان ادبی تفسیرهایی که از اشعار مولانا میکنن حافظ میکنن، برای اینکه حافظ شما خودش اینجوری توضیح نداده، درسته؟ نه. اینا چطور میان اینی که الان شما میفرمایید شما این تفسیر رو شنیدید خب کلاس، چرا اینجوری تفسیر، چرا اون چه که ظاهرش هست نمیبینن؟ اتفاقا میبینن، من نمیگم نمیبینن، اتفاقا پشت اینو کی گفت؟ نه پشت اینو آها ببینید سوالتون خوبه. شما خودمون رو الان مثال بزنید، همین کلاسی که خودمون داریم، ما الان اگه من صحبت لامکان رو بکنم، آیا معنی لامکان برای شما از یک سال پیش کلیرتر هست یا نه؟ یعنی چی؟ یعنی شما یک سال پیش از لامکان که میشه چیه نامحدودیته، یه معنی دیگه تو ذهنتون بود، یه ذهنیت دیگه ای داشتید، الان یه ذهنیت دیگه ای دارید. اگرم اینو توی یه بیت دیگه ای ببینید، باز ذهنیتتون به این چیزیه که ببینید یه الفباست. این الفبا رو یاد گرفتنش ما یه چیزایی فراموش میکنیم خیلی راحت. یعنی اینو میگم به خاطر اینکه مثالی که من همیشه میزنم نیکلسونه، چون نیکلسون کسی بود که این مثنوی رو اومده به این جوری که نیکلسون یه فرد انگلیسیه by the way. نیکلسون 30 سال اومد تحقیق، یعنی اولی که عربی یاد گرفت، فارسی یاد گرفت، بعد اومد شروع کرد به تحقیق کردن راجع به مثنوی، بعد 30 سال اومد این کتابو گذاشت جلوی ما. همه این چیزا یه الفبا داره، ما این الفبا رو اگه ندونیم راست میگید. شراب تلخ میخواهم که مردفکن بود زورش، به سلامتی میزنم، همینه دیگه. یعنی این چیزیه که الان من بعدش هم یه دو سه تا پیک زیادی هم بزنه یا رو هم اونجا کله پا میشه و چی we're good. ولی یه موقع هست که شما این الفباشو میدونیم، بعد میفهمیدین داره چی میگه، میفهمید داره برای چی صحبت میکنه، میفهمید چرا سحر مثلا براش خیلی مهمه، سحرگاهان چرا موقع قشنگیه برای اینا، یا اینا وقتی که صحبت آسمان رو میکنن تو یعنی کجای این جریان صحبتشو دارن میکنن، پیر مغان کیه، خرابات کجاست، واسه چی ما دنبال خرابات میگردیم؟ خود مولوی میگه دیگه، شما الان اینو بلدی، مولوی میگه ببین زیر ویران گنج پنهانی بود، من دنبال گنج تو ویرانی میگردم، به خاطر همین اینا میرن مقیم خرابات میشن، دنبال ویرونی میگردن، چون کسی دیگه اونجا نیست، دیسترکشن دیگه ای ندارن. به همین علته که همه راست میگین، همه اینو نمیبینن. یه دفعه هم تو همین کلاس خودمون گفتیم دیگه، یه میان یه سری اشعار اینا زمینیه، یه سریش آسمونیه، اینا همینقدر میدونن، بیشتر از این هم نمیشه باهاشون واقعا نمیشه باهاشون بحث کرد. ولی یه سری الفباس، وقتی این الفبا شما الان صحبت بشنو یا خاموشی رو وقتی مثلا میزنید، درست میگم؟ اگه شما واژه خاموشی رو توی شعرهای دیگه یا عرفای دیگه اگه بشنوید میفهمید چرا میگن یارو میگه خاموش باش حرف نزن. شما اصولش رو الان اینجا فهمیدین.
اگه صحبت دیدن میکنه یا صحبت شنیدن میکنه میفهمید چه ندایی و آوای سروش رو میفهمید یعنی چی. خب آره خیلی از اینا نمیدونن. وقتی نمیدونن دیگه هر کسی به اندازه عقل خودش میره یه دیکشنری هم وا میکنه شروع میکنه چیز کردن. That's why. بله. خب چون که پیدا گشت سر کار او معجزه داوود معجزه داوود شد فاش شد دو تو نفهمیدم اون نخوندم آها جوشش خون باشد آن واجزتا جوشش خون باشد آن واجزتا خارش دلها و بحث و ماجرا. آره من توضیحش رو ندادم. این تمام این واجزتا یعنی وقتی که ملت شروع میکنن تحقیق کردن یا خواستن جواب پیدا کردن همه اینا به خاطر جوشش خونه. چرا دوباره جوشش خونه؟ به خاطر اینکه ما اگه خونی رو ضایع کردیم حق یک کل دیگری رو داریم ضایع میکنیم. چون ما وصلیم، ما خودمون که نیستیم، ما وصلیم به یه چیز دیگه، ما یه جزئی از یه کل دیگه هستیم، در صورتی که خودمون هم کاملیم ولی یه کل دیگه ما بهش وصلیم. چون که پیدا گشت سر کار او معجزه داوود فاش شد و دو تو. وقتی که سر کارش مشخص شد، وقتی همه فهمیدن سر این جریان چی بود، براشون همه چی آشکار شد دیگه، درسته؟ پس دوباره برمیگردیم به اون داستان یکی بود یکی نبود. ما پس وقتی میگیم یکی بود یکی نبود یعنی دنیای آشکاره که ما میبینیم، دنیایی هم هست که همین جام هست ولی برای ما آشکار نیست، نبوده. وقتی نبود به بود تبدیل بشه ما دوباره اینو میذاریمش توی کاتگوری دنیای آشکار. برای این آدم هم نمیدونستن چرا حضرت داوود گفته که مال تو همه رو ببخش به این. اونجا دنیای ناآشکار بود واسه شون. وقتی که رفتن و دیدن آره بابا یار رو کشته، سرش هم بریده گذاشته زیر درخت، اونجا شد که دنیای بود به وجود اومد واسه شون. جمله خلق جمله سر برهنه آمدند، سر به سجده بر زمین ها می زدند. ملت هم وقتی اینو فهمیدن همه سر برهنه به حالت احترام، اون موقع کلا همه می زاشتن سرشون، حالا الان کلا رو برداشتن از سرا، ولی ما خاصا نفهمیدیم کلا سر یه چیزی میذارن یا کلاشو برمیدارن. هر دوتاش یعنی بده یا اینکه به هر حال اون موقع کلاهاشونو به قاعدت احترام برمیداشتن، همه سراشونو برهنه کردند. ما هم سر به سجده بر زمین ها میزدن، اینا به حضرت داوود هم شروع کردن به احترام کردن. ما همه کوران اصلی بوده ایم. ما به یه اصلی وصلیم، این اصل رو ولی ما نمیدیدیم، نمیبینیم. این حال ما هاست. وقتی این اصل رو نمیبینیم خب کوریم دیگه. از تو ما صد گون عجایب دیدیم. حالا برای اینکه به ما یه کسی ثابت کنه که چرا چه اتفاقایی میفته، یه سری معجزه میاد برای ما. برای مثال شما راجع معجزه شنیدید دیگه، ما چیزایی که داریم مثلا حضرت موسی اومد مثلا دریای نیل رو پارت کرد، هی پارت دی نایل، یا اینکه عصاش مار میشد، درسته؟ حضرت عیسی می اومد مثلا مرده ها رو زنده می کرد، کور و شفا میداد. حضرت محمد هم اومد، یکی از معجزه هاش اینه که قرآن رو آورد، بی سواد بود ولی اومد و شروع کرد به یه چیزی آورد که به عنوان مثلا از لحاظ متن و از لحاظ گفتار بهتر از شعرهای اون موقع بود. خب معجزه همش برای این میاد که آدم‌ها به این برسن که همه چی وصل به این زمان و مکان الان نیست. یعنی ما یه فیزیک داریم که الان فکر میکنیم این فیزیک الان اینجا برای ما همه چیز صادقه، درسته؟ یه گراویتی داریم، یه نمیدونم
چه میدونم دنیای زمان داریم، یه سری اندازه داریم، وزن داریم، همه اینا چیزای فیزیکیه. معجزه چیزی بود که برای ملت اصلش این بود که ملت بفهمن که همه چی اون چیزی که فکر میکنن نیست. معمولا هم این میاد، حالا من که اون موقع نبودم، شما هم نبودیم، حالا این داستانی که ما از این معجزه ها میشنویم دلیل اصلیش اینه که ملت بفهمن دنیای پنهانی هم هست که این دنیای پنهان آشکار میتونه بشه. خب حالا ما همه کوران اصلی بوده ایم، از شما صد گون عجایب دیده ایم، هم اینه، اینا عجایب رو میدیدن که کوریشون شفا پیدا کنه، بتونن چشاشون باز بشه. سنگ با تو در سخن آمد شهیر، که از برای غزو تالوتم بگیر. حضرت داوود یکی از چیزایی که داشت، یکی از در رو کاملا نبندین لطفا. آره ببخشید، چون آره مرسی. غزو یعنی جنگ. یکی از چیزایی که داشت بود که توی یه جنگ با سه تا سنگ یه لشکر خیلی گنده رو ابین میبره از قرار معلوم. قلاب سنگی داشته که توش سه تا سنگ داشته، هر سنگی که مینداخته، درست میگم، یعنی کلی آدم بسن که عبه این میرفته. تالوت رو یا جالوت رو؟ تالوت رو فکر کنم چیز میکرده. آره. بله. لشکر هم پراکنده میشه. این میگه سنگ با تو، حالا صحبتش این اینجا اینه، سنگ با تو در سخن آمد شهید. اینجا سنگ که یه چیزی مرده ما میبینیم، یادتون باشه مولوی چیزی که معتقده اینه که همه چیز زنده است، همه چیز کانشسنس داره. وقتی میگم همه چیز یعنی این میزم کانشسنس داره، اینو یعنی میخوام I wanna be very clear about it. اینم میفهمه، میگه سنگ با تو اومد شروع کرد صحبت کردن، یه اگریمنتی با هم دیگه شماها، you had an agreement together. اگریمنتتون چی بود؟ آقا من تو رو میندازم، تو هم فلانی رو بکش. یا so it happened. تو به سه سنگ و فلاخون آمدی، صد هزاران مرد را بر هم زدی. فلاخون این قلاب سنگ است. میگه تو سه تا سنگ داشتی، با یه دونه قلاب سنگ 100,000 آدم رو به هم زدی، بالاخره لشکرشون رو کوبوندی به هم. خب از لحاظ فیزیکی is that possible? No. ولی اتفاق میفته، یا این داستانش رو حداقل گفتند. حالا بازم میگم چقدر این اتفاق افتاده یا چیز شده، من اصلا صحبتون رو نمی کنم. داستانش این هستش که قدیما که پهلوان یه طرف میمونه و پهلوان اون با به مرسی که یکیشون شکست خورده لشکر برمیگشته، جنگی صورت نمیگرفته. درست. این هم میاد با این فلاخون رو من نمیدونم یه سنگ یه سی سنگ میزنه و تالوت رو میکشه. پهلوانی هم بوده که هیچ کس طرفش نبود. اوکی. لشکر شکست خورده و بعدا اینا میان و اینو به فرماندهیشون و پادشاهیشون قبول میکنن. حضرت داوود با وجود که یک بچه بوده داستانش رو قرآن هم به همین حالت هست. باشه. به هر حال معنی این چیزی که مولوی میگه از اینه که با سه تا سنگ تو تونستی همچین کاری رو انجام بدی، چیزی که فکر میکردن همه امکانش نیست. سنگهایت صد هزاران پاره شد، هر یکی هر خصم را خونخاره شد. من اینو دارم ترجمه میکنم، مولوی اینطوری میگه که این سنگها شدن صد هزار و به هر یکی از اینا اصابت کردن و هر یکی از اینا رو زمین زدن. آهن در دست تو چون موم شد. حضرت داوود یه دونه چیز دیگه داره که آهن و آهنگر بوده و میتونسته آهن و موم مثل موم به هر شکلی در بیاره. به خاطر همین زره داوودی تو کتاب سهروردی، اون کتاب عقل سرخ، 12 کارگاه داریم، بعدش زره داوودیه، بعد تیغ بلارک، بعدش هم چشمه آب روشنایی. زره داوودی یکی از سمبول‌های ساختن تجربه گوناگونی هاست توی چیز، توی عرفان. وقتی صحبت تجربه گوناگونی ها رو میکنن، صحبت زره داوودی رو میکنن. خب
آهن در دست تو چون موم شد، چون زره سازی تو را معلوم شد. کوها با تو رسائل شد شکور، با تو میخوانند چون مغری زبور. کوها هم کسای حضرت داوود یه دونه معجزه دیگه هم که داشته، صدای خیلی خوبی داشته و این وسط وقتی صحبت میکرده همه میگن کوها هم گوش میکردن و کتاب آسمانیش هم اسمش بوده زبور و میگه وقتی تو زبور میخوندی اونا هم گوش میکردن. این رسائل یعنی هم‌آواز شدن با هم دیگه، یک صدا صحبت کردن. مغری هم یعنی این معلم یا اون کسی که قرآن یاد میده به یه کسی میشن بهش میگن مغری. زبور هم که کتاب آسمانی حضرت داوود. صد هزاران چشم دل بگشاده شد، از دم تو غیب را آماده شد. وقتی این اتفاقا میفته چی میشه؟ چشم دل شروع میکنه باز شدن، به خاطر اینکه این چیزا چیزاییه که ما حسش میکنیم، ولی یه سری از شکای ما که برطرف بشه چش دلمون شروع میکنه چیز کردن. پس یکی از چیزایی که خیلی بده شکه. وقتی شما تردید داری یا doubt داری، doubt is the worst thing. درست؟ چشم دل چجوری باز میشه؟ چجوری ما دلمون شروع میکنه کار کردن؟ وقتی شک ها برطرف میشه. وان قوی تر زان همه کین دائم است، زندگی بخشی که سرمد قائم است. بیسیکلی خداوندو، یعنی یا اون قدرت مطلقو داره میگه، که میگه اون قوی تر از همه اونه که همیشه هست و همیشه بوده. خب میگم وقتی که ما صحبت خدا را هم که اینجا کردیم، اگه یادتون باشه یه دفینیشنی هم راجع به خدا ما داشتیم که چیزی که به فکر وقتی نیاد. مولوی یه قسمتی بود که میگفت اون چیزی که تو نتونی حتی فکرشو بکنی، نتونی تصورشو بکنی، اون خداست. مرسی چی بود؟ اون چه در وهم تو ناید آن خداست. یه همچین چیزی بود که شما تصورش هم، قادر به تصورش هم نمیتونی باشی. خب جان جمله معجزات این است، خد کو ببخشد مرده را جان ابد. یه جان جمله میگه همه معجزه ها قشنگ و خیلی خوبن و اینا، ولی اون چیزی که معجزه اصلیه اونیه که بتونه به جان مرده زندگی بده، که حضرت عیسی این کار رو میکرده. میونه همه معروفترین حضرت عیسی است. جان جمله معجزات این است، خط کوبه بخشد مرده را جان ابد. بهترین معجزه یا جان معجزه ها اینه که اون کسی که بتونه جون بده به یه کسی، زنده بکنه. حالا یادتونه یه داستان دیگه بود راجع به حضرت عیسی که با یه کسی داشت راه میرفت، به حضرت عیسی طرف گفتش که تو به من یاد بده من چجوری بتونم این استخونا رو زنده بکنم، که حضرت عیسی برمیداره سر به خدا میکنه و میگه که این طرف خودش مرده، خودش رو نمیخواد زنده کنه، دنبال اینه که مرده یک کسی دیگر رو زنده بکنه. مردگی توی ما موقعیه که چیه؟ دلمون مرده باشه. وقتی دلمون نتونه توش نور نباشه ما مردیم. حالا فکر کنیم ما زنده ایم. مردگی هم مردگی جسمانی نیست، همش صحبت جانو داره میکنه که صحبت روحه. جان ابد، جونی که هیچ وقت هم ازلی ابدی از بین نمیره. اگه از بین نمیره پس یعنی که ما هم از بین نمیریم، ما هم هستیم. از منم نپرسید که حالا این تناسخه یا نه، اونم برای خودمون بعدن در باشه باشه باز میشه. کشته شد ظالم. وقتی که ظالم از بین میره جهانی زنده شد، یک دنیایی زنده میشه، هر یکی از نو خدا را بنده شد.
وقتی که این زندگی دوباره به وجود میاد، هر کسی دوباره شروع میکنه بندگی خدا رو کردن. حالا چرا ظالم وقتی کشته میشه یه جهانی زنده میشه؟ یه جوری دیگه، یعنی میفهمم، یعنی یه جور ما اینجا ظالمو چی جوری معرفی کردیم توی تا الان که داشتیم صحبتشو میکردیم؟ خب کسی که حق به یکی دیگر از بین برده. حالا پس اگه اوکی مرسی، تو خوب میگید. یعنی یه جور دیگه میخوام اینو بازش بکنیم. صحبت خون رو کرد مولوی دیگه، درسته؟ اومد گفتش که خون وقتی که خون نمیخوابه، خون نخسبد، درسته؟ همیشه زنده است. حالا وقتی که این خون به ناحق ریخته بشه، ابه این که نمیره، همیشه هستش دیگه، درسته؟ حالا پس اون کسی که خون رو میریزه کسیه که ظالمه. این خون وقتی که ریخته میشه چه اتفاقی میفته؟ اومد گفت تمام عالم شروع میکنه سوال کردن که این خون چرا ریخته شده. پس یه جنب و جوشی به وجود میاد که این جنب و جوش چیکار میکنه؟ شک به وجود میاره، چون ملت شروع میکنن سوال کردن دیگه. سوال که میکنن یه عده بینش دارن و میبینن، یه عده هم نمیتونن ببینن، ولی هر کسی یه فکری میکنه، یه قضاوتی رو میکنه. متوجه این چی میگن؟ همه این اتفاقا که میفته ظلم اینطوری به وجود میاد دیگه. وقتی شما یه قضاوتی برخلاف حقیقت میکنید، این اساس ظلم اینه. شما از اون آدمی که ظالمه اگه بپرسید که نمیگه من ظلم دارم میکنم، میگه من کار درست دارم میکنم. هیچ کدوم از حالا بخوام چیزی نگاه بکنم، هیچ کی نه اینه میاد به ای که من اشتباه دارم میکنم، همین حق با منه، همین حق با منه. یه کار دیگه هم که میکنه اگزکتلی وقتی شک به وجود میاد دلها تاریک میشه. وقتی دلها تاریک میشه دلها مرده میشن. وقتی دلها مرده میشن اینجاست که وقتی جهانی مرده است. به خاطر همین میگه وقتی کشته شد ظالم جهانی زنده شد. حتی اینا همه چی به هم یه وصله، حالت یه اکوسیستم رو داره اینا. خب حالا شما سوال کرده بودید که این گاوه و این داستان اصلا یعنی چی و اینا، الان میخوام شروع کنیم. میگه بیان آن که نفس آدمی به جای آن خونی است که مدعی گاو کشته بود، ببخشید گشته بود، که به جای آن خونی است که مدعی گاو گشته بود، یعنی اون ریخته بود، درست میگم؟ من فکر میکنم اینجا این خونی یعنی قاتل، به جای آن خونی است. من اینجوری فکر کنم، شاید درست نیست. بیان آن که نفس آدمی به جای آن خونی است که مدعی گاو گشته بود، به جای آن خونی است که مرسی که مدعی گاو گشته بود. It makes sense، راست میگی. و آن گاو کشنده عقل است و داوود حق است، یا شیخ که نایب حق است، که به قوت و یاری او تواند ظالم را کشتن و توانگر شدن به روزی بی کسب و بی حساب، به روزی بی کسب و بی حساب. خب پس حالا الان این کاراکترهای این داستانمون یه صفتهایی پیدا کرده. کسی که صاحب گاو بود که به عنوان یه قاتل اینجا صحبتشو داره میکنه، یه آدمی که حق رو ضایع کرده، یه ظالم. خب اون حضرت داوودم جای حق رو صحبتشو میکنه. اون کسی هم که ادعا که گاوه رو براش اومده بود دله، ببخشید عقله، عقل آدمیه. عقل سلیم، منظورتون عقل سلیم چیه؟ عقل سلیم با عقل معمولی که ما مثلا روزمره رو با سجده تحلیل میکنیم فرق میکنه. عقل سلیم شامل شعور معنوی هم میشه.
خب پس صبر کنید روی اون، چون فکر کنم با داستان یک کمی تفاوت داره، ولی اوکی ببینیم داستان چی میگه. آره میگه نفس خود را کش، میگه این نفس تو بکش. نفس یعنی ایگو، این ایگو رو باید بکشی، از بین ببری. نفس خود را کش، جهانی زنده کن، جهانی جهان را زنده کن. پس میگه این نفس رو بکش که یه دنیا زنده، یه جهانی زنده بشه. حالا تو داستان قبل گفتش که اگه ظالم کشته بشه دنیا زنده میشه، پس اپرنتلی نفس ظالمه. Any counter arguments on that? We're good. شیطانی دیگه. خب حالا نه اسم چیزی نذاریم واسش. So بذارید با همین definition ها کار کنیم فعلا، چون مجبوریم و داستان رو باید بگیریم نتیجه شد. میگه نفس خود را کش، پس ایگو رو بکش، جهان را زنده کن. خواجه را کشته است، او را بنده کن. نفس گناهش چیه که تو باید بکشیش؟ چون او اربابش رو گرفته کشته. So think about us as humans، یعنی ماها رو. میگه نفس ایگوی خود تو بکش که یه دنیا برات زنده بشه، یه جهانی واسه زنده بشه. اشتباهی که